بسم الله الرحمن الرحیم ما در درس 46 تجوید قرار داریم در دا این درس ما می خواهیم که در روایت حفظ نون ساکن تنوین میم ساکن و ادغام تمرین کنیم ما یک بار آیات 13 الى اجری سورت البقره را می خواهم. بعد از او سورت آیات 19 و 20 میشه بر شما به قسم کارخانگی می گذارم و جایی که باید احکام تجویدی شما در نظر بگیریم رنگش سرخ ساختیم و بازی را متوجه میکنیم مثلا بعد از اینکه من تلاوت کردم ما کوشش میکنم که تلاوت تاوری بکنم که شما امو حروف و مخارجش اما تر خوب شنیده بتانین و خوب ببینین که امی وقتی که من مخارج تلفظ میکنم چرقم از, از, از انجری امی حروف خارج میشه ما پیش از اینکه تلاوت کنیم تعوض میگیم و بعد از او ما تلاوات خود شروع میکنیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون اولئك الذين اشتروا الضلاله بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مَثَلَهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ صم بُكِمُ عميا فهم لَا يَرْجِعُونَ آيات يكون لك بس کوشش کنین که آیستا آیستا بخوانین و مخارج حروف درست تلفظ بکنین تا جایی که میتونین آیستا آیستا تمرین تانه بکنین انشالله خوب شده میرین هر چقدر تمرین کنین همه قدر قوی شده میرین ما در درس های گذشته گفته بودیم راجعه به احکام میم ساکن نون ساکن و ادغام به صورت کل و گفته بودیم که نون ساکن و تنوین چهار حکم داره حکم اظهار ادغام اقلاب اخفاء که ما تقریبا از زیرم کار کردیم و گفتیم حکم میم ساکن س حکم داره اظهار شفوی ادغام شفوی و اخفای شفوی ایران می گرفتیم و گفته بودیم ادغام به صورت کل بدون واس ادغام کبیر ادغام صغیر و ادغام صغیر ما گفتیم که سه نویشه ادغام متماثلین متجانسین متقاربین که رو خاندیم و یکی دیگه بود که این رو نخاندیم و گفتیم که بازی میخوانیم میخونیم کدام وقت اگر موقع پیدا شد که ادغام متباعدین است ادغام متماثلین یا مثلین ما گفتیم که ادغام کامل است ادغام متجانسین و متقاربین ما گفتیم که یا ای ادغام کامل می باشه یا ادغام ناقص حال ما امی چیزا رو در نمی آیت سیزده و 14 در نظر میگیریم سعی کنین در آیت اول جایی که میم ساکن است اولش لهم ای لهم و در آخر آیت این نهم دو تا میم ساکن است ای اردو میم ساکن بعد از حروفش حرف با و حرف میم نامده وقتی می دو حرف نبه ای اظهار شفاوی میشه یعنی که خود میم از مخرجش تلفظ میشه و در الناس و انهم اردوی از نون ساکن است و اردوی از غنه میشه و داخلین لغاتش که ولا کلا یعلمون است این نون ساکن همراه لام چی میشه ادغام میشه ادغام بدون غنه این مایره خواندیم در آیت 14 هم دوایت چارده هم شما ببینین من ایم نون, نونی مشدد است غنه میشه شیاطین هم ایم میم ساکن است که اظهار شفاوی میشه از مخرج استفاده میشه از مخرجش تلفظ میشه این ای نون, مشدد است غنه میشه معکم اظهار شفاوی این ایم نون مشدد غنه میشه و در آیت پانزده هم بهیم یا مد دو هم نهیم در از این تمام از این می میم سکون است و بعد از او حروف واو فا و یا آمده یا اما اظهار شفاوی میشه یعنی میم باز از مخرج تلفظ تلفظ میشه آیت شانزده یک جایی است اینجا را به هم اینجا ببینید ربی حت معمی تر رنگش سبز ساختیم که متوجه باشین به خاطر که ای, ای ادغام حرف تا و تا است یعنی ادغام حرف به حرف است ای ادغام متماثلین است و ای ادغام کامل است و و در آخر از این لغت میم است میم سکون است که ای اظهار شفاوی است آخری لغت مطلب ما از تجارتهم و در آیت عبده ببینین در آیت هفته هم هم ای اظهار شفاوی است و فلم میم مشدد است ای خونه میشه و بنورهم و تارکهم ای یا اظهار شفایی میشه و آخرینش که هست ظلمات لا یبصرون تنوین امرای لام چی میشه ادغام میشه ادغام بدین غنه و آیت هجده هم اینجا متوجه باشین که سومون نشته شده پشت سرش حرف با آمده که ای نون تنوین است و ای اقلاب میشه نون به میم تبدیل میشه و بکمون پشت سرش حرف عین آمده تنوین حروف شش از جمله عین از جمله شش حروف حلقی است که ای اظهار میشه و فهم و عمیون پشت سرش حرف فا